أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حمد مخصوص خدایی است که این کتاب آسمانی را بر بنده برگزیده اش نازل کرد و هیچ گونه کجی در آن قرار نداد، در حالی که ثابت و مستقیم و نگاهبان کتاب‌های آسمانی دیگر است تا بدکاران را از عذاب شدید او بترساند و مؤمنانی را که کارهای شایسته انجام می‌دهند بشارت دهد که پاداش نیکویی برای آنهاست، همان بهشت برین که جاودانه در آن خواهند ماند. و نیز آنها را که گفتند خداوند فرزندی برای خود انتخاب کرده است انذار کند، نه آنها هرگز به این سخن یقین دارند و نه پدرانشان، سخن بزرگی از دهانشان خارج می شود، آنها فقط دروغ می گویند. گویی می خواهی به خاطر اعمال آنان خود را از غم و اندوه هلاک کنی اگر به این گفتار ایمان نیاورند. ما آنچه را روی زمین است زینت آن قرار دادیم تا آنها را بیازماییم که کدامینشان بهتر عمل می کنند، ولی این زرق و برق ها پایدار نیست و ما سرانجام قشر روی زمین را خاک بیگیاهی قرار می دهیم. آیا گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟ زمانی را به خاطر بیاور که آن جوانان به غار پناه بردند و گفتند پروردگارا ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن و راه نجاتی برای ما فراهم ساز. ما پرده خواب را در غار بر گوششان زدیم و سالها در خواب فرو رفتند. سپس آنان را برانگیختیم تا بدانیم و این امر آشکار گردد که کدام یک از آن دو گروه مدت خواب خود را بهتر حساب کرده اند. ما داستان آنان را به حق برای تو بازگو می کنیم. آنها جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم. دلهایشان را محکم ساختیم در آن موقع که قیام کردند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است، هرگز غیر او معبودی را نمی خوانیم که اگر چنین کنیم سخنی به گزاف گفته ایم. این قوم ما هستند که معبودهایی جز خدا انتخاب کرده اند، چرا دلیل آشکاری بر این کار نمی آورند؟ و چه کسی ظالم تر است از آن کس که بر خدا دروغ ببندد؟ و به آنها گفتیم هنگامی که از آنان و آنچه جز خدا می پرستند کنار گیری کردید به غار پناه برید که پروردگارتان سایه رحمتش را بر شما می گستراند و در این امر آرامشی برای شما فراهم می سازد. و اگر در آنجا بودی خورشید را می دیدی که به هنگام طلوع به سمت راست غارشان متمایل می گردد و به هنگام غروب به سمت چپ، و آنها در محل وسیعی از آن غار قرار داشتند. این از آیات خداست، هر کس را خدا هدایت کند هدایت یافته واقعی اوست و هر کس را گمراه نماید هرگز ولی و راه نمایی برای او نخواهی یافت. اگر به آنها نگاه می کردی می پنداشتی بیدارند، در حالی که در خواب فرو رفته بودند، و ما آنها را به سمت راست و چپ می گرداندیم تا بدنشان سالم بماند و سگ آنها دستهای خود را بر دهانه غار گشوده بود و نگهبانی می کرد. اگر نگاهشان می کردی از آنان می گریختی
و سر تا پای تو از ترس و وحشت پر می شد. گونه آنها را از خواب برانگیختیم تا از یکدیگر سوال کنند. یکی از آنها گفت: چه مدت خوابیدید؟ گفتند: یک روز یا بخشی از یک روز. و چون نتوانستند مدت خوابشان را دقیقاً بدانند گفتند: پروردگارتان از مدت خوابتان آگاه تر است. اکنون یک نفر از خودتان را با این سکه ای که دارید به شهر بفرستید تا بنگرد کدام یک از آنها غذای پاکیزه تری دارند و مقداری از آن برای روزی شما بیاورد. اما باید دقت کند و هیچ کس را از وضع شما آگاه نسازد، چرا که اگر آنان از وضع شما آگاه شوند سنگسارتان می کنند یا شما را به آیین خیش باز می گردانند و در آن صورت هرگز روی رستگاری را نخواهید دید. و این چنین مردم را متوجه حال آنها کردیم تا بدانند که وعده خداوند در مورد رستاخیز حق است و در پایان جهان و قیام قیامت شکی نیست، در آن هنگام که میان خود درباره کار خیش نزاع داشتند، گروهی می گفتند: بنایی بر آنان بسازید تا برای همیشه از نظر پنهان شوند و از آنها سخن نگویید که پروردگارشان از وضع آنها آگاه تر است. ولی آنها که از رازشان آگاهی یافتند و آن را دلیلی بر رستاخیز دیدند گفتند: ما مسجدی در کنار مدفن آنها می سازیم تا خاطره آنان فراموش نشود. گروهی خواهند گفت: آنها سه نفر بودند که چهارمین آنها سگشان بود. و گروهی می گویند: پنج نفر بودند که ششمین آنها سگشان بود. همه اینها سخنانی بی دلیل است. و گروهی می گویند: آنها هفت نفر بودند و هشتمین آنها سگشان بود. بگو: پروردگار من از تعدادشان آگاه تر است، جز گروه کمی تعداد آنها را نمی دانند. پس درباره آنان جز با دلیل سخن مگو و از هیچ کس درباره آنها سؤال مکن و هرگز در مورد کاری نگو من فردا آن را انجام می دهم، مگر اینکه خدا بخواهد. و هرگاه فراموش کردی جبران کن و پروردگارت را به خاطر بیاور و بگو: امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشن‌تر از این هدایت کند. آنها در غارشان 300 سال درنگ کردند و 9 سال نیز بر آن افزودند. بگو: خداوند از مدت توقفشان آگاه تر است. غیب آسمان ها و زمین از آن اوست. راستی چه بینا و شنواست. آنها هیچ ولی و سرپرستی جز او ندارند و او هیچ کس را در حکم خود شرکت نمی دهد. آنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحی شده تلاوت کن. هیچ چیز سخنان او را دگرگون نمی سازد و هرگز پناهگاهی جز او نمی یابی. با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند و تنها رضای او را می طلبند و هرگز به خاطر زیورهای دنیا چشمان خود را از آنها برمگیر و از کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن، همانها که از هوای نفس پیروی کردند و کارهایشان افراطی است. بگو: این حق است از سوی پروردگارتان. هر کس می خواهد ایمان بیاورد و هر کس می خواهد کافر گردد. ما برای ستمگران آتشی آماده کرده ایم که سرا پرده اش آنان را از هر سو احاطه کرده است و اگر تقاضای آب کنند آبی برای آنان می آورند که همچون فلز گداخته صورتها را بریان می کند.
چه بد نوشیدنی و چه بد محل اجتماعی است. سلمن کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد. آنها کسانی هستند که بهشت جاودان برای آنان است، باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختان و قصرهایش جاری است. در آنجا با دستبندهایی از طلا آراسته می شوند و لباسهایی فاخر به رنگ سبز از حریر نازک و ضخیم در بر می کنند، در حالی که بر تختها تکیه کرده اند. چه پاداش خوبی و چه جمع نیکویی! ای پیامبر، برای آنان مثالی بزن. آن دو مرد که برای یکی از آنها دو باغ از انواع انگورها قرار دادیم و گرداگرد آن دو باغ را با درختان نخل پوشاندیم و در میانشان زراعت پربرکتی قرار دادیم، هر دو باغ میوه آورده بود، میوه های فراوان، و چیزی فروگذار نکرده بود و میان آن دو نهر بزرگی جاری ساخته بودیم. صاحب این باغ درآمد فراوانی داشت، به همین جهت به دوستش در حالی که با او گفتگو می کرد چنین گفت: من از نظر ثروت از تو برتر و از نظر نفرات نیرومندترم. و در حالی که نسبت به خود ستمکار بود، در باغ خیش گام نهاد و گفت: من گمان نمی کنم هرگز این باغ نابود شود، باور نمی کنم قیامت برپا گردد، و اگر به سوی پروردگارم بازگردانده شوم و قیامتی در کار باشد، جایگاهی بهتر از اینجا خواهم یافت. دوست با ایمان وی در حالی که با او گفتگو می کرد گفت: آیا به خدایی که تو را از خاک و سپس از نطفه آفرید و پس از آن تو را مرد کاملی قرار داد کافر شدی؟ ولی من کسی هستم که الله پروردگار من است و هیچ کس را شریک پروردگارم قرار نمی دهم. چرا هنگامی که وارد باغت شدی نگفتی این نعمتی است که خدا خواسته است؟ قوت و نیرویی جز از ناحیه خدا نیست، و اگر می بینی من از نظر مال و فرزند از تو کمترم، مطلب مهمی نیست. شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد و مجازات حساب شده ای از آسمان بر باغ تو فرو فرستد، به گونه ای که آن را به زمین بیگیاه لغزنده ای مبدل کند، و یا آب آن در اعماق زمین فرو رود آن گونه که هرگز نتوانی آن را به دست آوری. به هر حال عذاب الهی فرا رسید و تمام میوه های آن نابود شد و او به خاطر هزینه هایی که در آن صرف کرده بود پیوسته دستهای خود را به هم میمالید، در حالی که تمام باغ بر دار بستهایش فرو ریخته بود، و میگفت: ای کاش کسی را همتای پروردگارم قرار نداده بودم و گروهی نداشت که او را در برابر عذاب خداوند یاری دهند، و از خودش نیز نمی توانست یاری گیرد. آنجا ثابت شد که ولایت و قدرت از آن خداوند برحق است. اوست که برترین ثواب و بهترین عاقبت را برای مطیعان دارد. ای پیامبر، زندگی دنیا را برای آنان به آبی تشبیه کن که از آسمان فرو می فرستیم و به وسیله آن گیاهان زمین سرسبز می شود و در هم فرو می رود، اما بعد از مدتی می خشکد و بادها آن را به هر سو پراکنده می کند، و خداوند بر همه چیز تواناست. مال و فرزند زینت زندگی دنیاست و باقیات صالحات ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امید بخشتر است، و روزی را به خاطر بیاور
که کوه‌ها را به حرکت درآوریم و زمین را آشکار و مسطح می‌بینی و همه آنان را برمی‌انگیزیم و احدی از ایشان را فروگذار نخواهیم کرد. ها همه در یک صف به پیشگاه پروردگارت عرضه می شوند و به آنان گفته می شود همگی نزد ما آمدید همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم، اما شما گمان می کردید ما هرگز موعدی برایتان قرار نخواهیم داد. و کتاب، کتابی که نامه اعمال همه انسان هاست در آنجا گذارده می شود. پس گناهکاران را می‌بینی که از آنچه در آن است ترسان و هراسانند و می‌گویند ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته مگر اینکه آن را به شما آورده است. و این در حالی است که همه اعمال خود را حاضر می‌بینند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی‌کند. به یاد آورید زمانی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، آنها همگی سجده کردند جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش بیرون شد. آیا با این حال او و فرزندانش را به جای من اولیای خود انتخاب می کنید در حالی که آنها دشمن شما هستند؟ چه جایگزین بدی است برای ستمکاران؟ من هرگز آنها را به هنگام آفرینش آسمان ها و زمین و نه به هنگام آفرینش خودشان حاضر نساختم و من هیچگاه گمراه کنندگان را دستیار خود قرار نمی دهم. خاطر بیاورید روزی را که خداوند می گوید همتایانی را که برای من می پنداشتید بخوانید تا به کمک شما بشتابند، ولی هرچه آنها را می‌خوانند جوابشان نمی‌دهند و در میان این دو گروه کانون هلاکتی قرار داده ایم. و گناهکاران آتش دوزخ را می‌بینند و یقین می‌کنند که با آن در می‌آمیزند و هیچ گونه راه گریزی از آن نخواهند یافت. و در این قرآن از هر گونه مثلی برای مردم بیان کرده ایم، ولی انسان بیش از هر چیز به مجادله می پردازد. چیزی مردم را باز نداشت از اینکه وقتی هدایت به سراغشان آمد ایمان بیاورند و از پروردگارشان طلب آمرزش کنند جز اینکه خیره سری کردند. گویی می خواستند سرنوشت پیشینیان برای آنان بیاید یا عذاب الهی در برابرشان قرار گیرد. پیامبران را جز به عنوان بشارت دهنده و انذار کننده نمی فرستیم، اما کافران هموار مجادله به باطل می کنند تا به گمان خود حق را به وسیله آن از میان بردارند و آیات ما و مجازات هایی را که به آنان وعده داده شده است به باد مسخره گرفتند. کسی ستمکارتر است از آن کس که آیات پروردگارش به او تذکر داده شد و از آن روی گرداند و آنچه را با دستهای خود پیش فرستاد فراموش کرد. ما بر دلهای اینها پردههایی افکنده ایم تا نفهمند و در گوشهایشان سنگینی قرار داده ایم تا صدای حق را نشنوند، و از این رو اگر آنها را به سوی هدایت بخوانی هرگز هدایت نمی شوند. پروردگارت آمرزنده و صاحب رحمت است. اگر می خواست آنان را به خاطر اعمالشان مجازات کند عذاب را هرچه زودتر برای آنها می فرستاد، ولی برای آنان موعدی است که هرگز از آن راه فراری نخواهند داشت. این شهرها و آبادیهایی است که ما آنها را هنگامی که ستم کردند هلاک نمودیم و برای هلاکتشان موعدی قرار دادیم. به خاطر بیاور
هنگامی را که موسی به دوست خود گفت دست از جستجو بر نمی دارم تا به محل تلاقی دو دریا برسم، هرچند مدت طولانی به راه خود ادامه دهم. ولی هنگامی که به محل تلاقی آن دو دریا رسیدند، ماهی خود را که برای تغذیه همراه داشتند فراموش کردند و ماهی راه خود را در دریا پیش گرفت و روان شد. گامی که از آنجا گذشتند، موسی به یار همسفرش گفت غذای ما را بیاور که سخت از این سفر خسته شده ایم. گفت به خاطر داری هنگامی که ما برای استراحت به کنار آن صخره پناه بردیم؟ من در آنجا فراموش کردم جریان ماهی را بازگو کنم و فقط شیطان بود که آن را از خاطر من برد و ماهی به طرز شگفت‌آوری راه خود را در دریا پیش گرفت. موسی گفت آن همان بود که ما می‌خواستیم. سپس از همان راه بازگشتند در حالی که پیجویی می‌کردند. آنجا بنده ای از بندگان ما را یافتند که رحمت و موهبت عظیمی از سوی خود به او داده و علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم. موسی به او گفت آیا از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده و مایه رشد و صلاح است به من بیاموزی؟ گفت تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی کنی. چگونه می توانی در برابر چیزی که از رموزش آگاه نیستی شکیبا باشی؟ موسی گفت به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری مخالفت فرمان تو نخواهم کرد. خضر گفت پس اگر میخواهی به دنبال من بیایی از هیچ چیز مپرس تا خودم به موقع آن را برای تو بازگو کنم. آن دو به راه افتادند تا آنکه سوار کشتی شدند. خضر کشتی را سوراخ کرد. موسی گفت آیا آن را سوراخ کردی که اهلش را غرق کنی؟ راستی چه کار بدی انجام دادی؟ آیا نگفتم تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی کنی؟ موسی گفت مرا به خاطر این فراموشکاریم مؤاخذه مکن و از این کارم بر من سخت مگیر. باز به راه خود ادامه دادند تا اینکه نوجوانی را دیدند و او آن نوجوان را کشت. موسی گفت آیا انسان پاکی را بی آنکه قتلی کرده باشد کشتی؟ به راستی کار زشتی انجام دادی. باز آن مرد عالم گفت آیا به تو نگفتم که تو هرگز نمی توانی با من صبر کنی؟ موسی گفت بعد از این اگر درباره چیزی از تو سؤال کردم دیگر با من همراهی نکن، زیرا از سوی من معذور خواهی بود. باز به راه خود ادامه دادند تا به مردم قریه ای رسیدند. از آنان خواستند که به ایشان غذا دهند ولی آنان از مهمان کردنشان خودداری نمودند. با این حال در آنجا دیواری یافتند که می‌خواست فرو ریزد و آن مرد عالم آن را برپا داشت. موسی گفت لااقل می‌خواستی در مقابل این کار مزدی بگیری. گفت اینک زمان جدایی من و تو فرا رسیده، اما به زودی راز آنچرا که نتوانستی در برابر آن صبر کنی به تو خبر می‌دهم. اما آن کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار می‌کردند و من خواستم آن را معیوب کنم، چرا که پشت سرشان پادشاهی ستمگر بود که هر کشتی سالمی را به زور می‌گرفت. و اما آن نوجوان پدر و مادرش با ایمان بودند و بیم داشتیم که آنان را به طغیان و کفر وادارد. این رو خواستیم که پروردگارشان به جای او فرزندی پاکتر و با محبتتر به آن دو بدهند. اما آن دیوار از آن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دو وجود داشت
و پدرشان مرد صالحی بود و پروردگار تو می‌خواست آنها به حد بلوغ برسند و گنجشان را استخراج کنند. این رحمتی از پروردگارت بود و من آن کارها را خودسرانه انجام ندادم. این بود راز کارهایی که نتوانستی در برابر آنها شکیبایی به خرج دهی. تو درباره ذوالقرنین می‌پرسند. بگو به زودی بخشی از سرگذشت او را برای شما بازگو خواهم کرد. ما به او در روی زمین قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم. از این اسباب پیروی و استفاده کرد تا به غروبگاه آفتاب رسید. در آنجا احساس کرد و در نظرش مجسم شد که خورشید در چشمه تیره و گلالودی فرو می رود و در آنجا قومی را یافت. گفتیم ای ذوالقرنین، یا آنان را مجازات می کنی و یا روش نیکویی در مورد آنها انتخاب می نمایی. گفت اما کسی را که ستم کرده است مجازات خواهیم کرد، سپس به سوی پروردگارش باز می گردد و خدا او را مجازات شدیدی خواهد کرد. و اما کسی که ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد پاداشی نیکوتر خواهد داشت و ما دستور آسانی به او خواهیم داد. پس بار دیگر از اسبابی که در اختیار داشت بهره گرفت تا به خواستگاه خورشید رسید. در آنجا دید خورشید بر جمعیتی طلوع می کند که در برابر تابش آفتاب پوششی برای آنها قرار نداده بودیم و هیچ گونه سایبانی نداشتند. آری، این چنین بود کار ذوالقرنین و ما به خوبی از امکاناتی که نزد او بود آگاه بودیم. باز از اسباب مهمی که در اختیار داشت استفاده کرد و همچنان به راه خود ادامه داد تا به میان دو کوه رسید و در کنار آن دو کوه قومی را یافت که هیچ سخنی را نمی فهمیدند و زبانشان مخصوص خودشان بود. گروه به او گفتند ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می کنند. آیا ممکن است ما هزینه ای برای تو قرار دهیم که میان ما و آنها سدی ایجاد کنی؟ ذوالقرنین گفت آنچه پروردگارم در اختیار من گذارده بهتر است از آنچه شما پیشنهاد می کنید. مرا با نیروی یاری دهید تا میان شما و آنها سد محکمی قرار دهم. قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید و آنها را روی هم بچینید. تا وقتی که کاملا میان دو کوه را پوشانید گفت در اطراف آن آتش بیفروزید و در آن بدمید. آنها دمیدند تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد. گفت اکنون مس مذاب برایم بیاورید تا بر روی آن بریزم. سرانجام چنان سد نیرومندی ساخت که آنها طایفه یأجوج و مأجوج قادر نبودند از آن بالا روند و نمی توانستند نقبی در آن ایجاد کنند. آنگاه گفت این از رحمت پروردگار من است، اما هنگامی که وعده پروردگارم فرا رسد آن را در هم می کوبد و وعده پروردگارم حق است. و در آن روز که جهان پایان می گیرد ما آنان را چنان رها می کنیم که در هم موج می زنند و در سور دمیده می شود و ما همه را جمع می کنیم. در آن روز جهنم را بر کافران عرضه می داریم، همانها که پرده ای چشمانشان را از یاد من پوشانده بود و قدرت شنوایی نداشتند. یا کافران پنداشتند می توانند بندگانم را به جای من اولیای خود انتخاب کنند؟ ما جهنم را برای پذیرایی کافران آماده کرده ایم. گو آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین مردم در کارها چه کسانی هستند؟
آنها که تلاش هایشان در زندگی دنیا گم و نابود شده، با این حال میپندارند کار نیک انجام میدهند. آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقای او کافر شدند، به همین جهت اعمالشان هبط و نابود شد. از این رو روز قیامت میزانی برای آنها برپا نخواهیم کرد. آری این گونه است، کیفرشان دوزخ است، به خاطر آنکه کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به سخریه گرفتند. اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، باغهای بهشت بر این محل پذیرایی آنان خواهد بود. آنها جاودانه در آن خواهند ماند و هرگز تقاضای نقل مکان از آنجا نمی کنند. بگو اگر دریاها برای نوشتن کلمات پروردگارم مرکب شود، دریاها پایان می گیرد پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد، هرچند همانند آن دریاها را کمک آن قرار دهیم. بگو من فقط بشری هستم مثل شما، امتیازم این است که به من وحی می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است. پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند.